خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از ابعاد تازه تنش بین ایران با عربستان و آمریکا خواهیم گفت. و همطور ادامه ماجرا و واکنش ها به مرگ دختر آبی. سلام آقای بهنوت، تنش بین ایران و آمریکا بر سر حمله آرامکو در عربستان خیلی شدید بود در هفته‌ای که گذشت و اتفاقی که افتاد که شاید یه مقداری تحت شعاع این داستان قرار گرفت، حذف فدراسیون جودو بود، جودوی ایران بود. آیا روزنامه‌ها به این داستان هم پرداختن؟ نه، ماجرای جودو خیلی انعکاس وسیعی تو روزنامه نداره. تو صفحات ورزشی به خود ماجرا، یعنی به اینکه درگیری با کنفرانس بین‌المللی جودو هستش، اشاراتی میشه، ولی کیس به خصوص قهرمانی رو که باعث همه این چیزا شد رو نه. میخوان شروع کنیم از روزنامه همشهری که خیلی مسائل اجتماعی رو روی صفحه یک آورده در اول هفته، از طالابخواری در میانکاله، دیگه همه چی، زمین خاری، دریا خاری، کوه خاری، الان هم تالاب خاری. گزارش مفصلی خانم زهرا رفیعی تهیه کرده که میگه تالاب خارها آهسته ولی به طور وسیع و مستمر از پایین رفتن دریای خزر سوء استفاده میکنن و زمین های خشک شده تالاب میانکاله رو برای کشاورزی تصرف میکنن. این چیزیه که الان مدام میگن، همین کشاورزی، آبی که مصرف میشه بابت این کشاورزی یکی از دلایل در واقع کمبود آب در ایران هست. آخر جهات مختلفش رو بررسی میکنه، با فعال محیط زیست مصاحبه کرده، دادستانی صحبتهایی که کرده رو گفته، در آخرم داره میگه که دعوای حقوقی بر سر 650 هکتاره و میگه که ولی 18 هزار هکتار از این پرونده مربوط به اراضی محیط زیست بوده که خوشبختانه 12 هزار هکتار اون برگردونده شده. اون عکس وسط هم یه نگاهی بکنید، نوشته است همشهری که عباس آباد مقصد جدید گردشگران جهان. چه عکس قشنگی هم هست، خیلی اصولا جای قشنگی هم با اون پل جنگلی، پل درختی که وجود داره که خیلی جماعت زیادی میبینم در شبان روز کارشون اینه که پاش سلفی میگیرن و حقم دارن. ما ندیدیم البته، ولی خب از عکس ها فقط دیدیم. ما اتفاقا قرار بودش که در زمانی که این آقای بوریس جانسون شهردار بود لندن هم پیدا کنه، ولی نشد. لندن نشد ولی تهران شد، یعنی درست شبیه همین پل رو. اما اجازه بدید اینو یادآوری کنم که اون چیزی که الان بعد از 43 سال همشهری تیت کرده و به درست نوشته که اینجا میتونه منطقه مهم فرهنگی و گردشگری در پایتخت باشه، در این حال به عضویت سازمان جهان گردی هم سازمان جهانیش در اومده این منطقه، یعنی سازمان هم قبول کرده که این یه منطقه مخصوص گردشگری هست. یادون باشه که به یاد میارم که پادشاه، آخرین پادشاه در همین منطقه که اون موقع اسمش بود شهستان، یعنی یه منطقه خالی بود این تپه که نظامی، چون دست نظامی بود و به همین جهت هم عباس آباد اسمش بود، اونجا رو شاه دستور داد که دادن به شهرداری با فرض اینکه شهرداری اونجا رو جنگل میکنه و هم از همین کارا میکنه، از همین کاری که صحبتش شد، گیرم که حالا بعد از 40 و چند سال شد. و اولین نقطهش رو هم خوب بیادمه چون با من خبرنگار تو جلسه بود، تو اون صحنه حاضر بودم که پادشاه یک درختی رو کاشت اونجا که نمیدونم اون درخت دیگه حالا هست یا نیست. ولی اتفاق خوب اینه که در شهر خشکی مثل تهران اینکه یک فضای بزرگ سبزی درست بشه، خب خودش اتفاق خوبیه. مرکز فرهنگی و دیدنی و اینا هم همه چی داره. بریم صبح نو رو ببینیم که تیتر اولش هست عربستان در مهلکه آتش و دود و
انصار الله یمن با 10 پهپاد تاسیسات نفتی آرامکو را هدف قرار داد. این چیزیه که تمام طول هفته نه تنها احتمالاً رسانه‌های ایران که تمام رسانه‌های دنیا نوع برخورد روزنامه‌های مختلف بود، گرچه که به هر حال هیچ کدومشون برخورد منفی نداشتن طبیعتاً، ولی اصولگراها شادمانی بیشتری کردند و حتی مثلا در روز اول یه ذره روزنامه‌های مثل کیهان یه ذره بی احتیاطی هم کردن که بعد خودشون جمع کردن، ولی به هر حال این حادثه‌ای بودش که آنچنان که در دنیا روی صفحه اوله یک دو روز روی صفحه اول روزنامه‌ها موند. هنوز هم البته همچنان ادامه داره، به خاطر اینکه بحث رفتن آقای روحانی به نیویورک هم هست که قرار هفته آینده برن و اینکه آیا بالاخره ویزا براشون صادر میشه نمیشه، در حالی که ترامپ اعلام کرد که مشکلی نداره، مخالفتی نداره، و الان اتفاقی که افتاده میگن که آقای پومپئو خیلی تندتر داره برخورد میکنه با ایران نسبت به آقای ترامپ، در حالی که در هر صورت ایشون وزیر امور خارجه هستن و اینطوری که در واقع منتقدان میگن باید سیاست دیپلماسی رو بعد پیش بگیرن، ولی الان در مورد این داستان خیلی مواضع تندتری نسبت به ایران گرفتن. ولی این دفعه مجمعومی چند تا خبر داره، تا الان قطعی است که آقای نتانیاهو نیست. بله، اونم حالا نمیره. اشاره میکنیم که آقای نتانیاهو گفته نمیره، تقریبا قطعی است، البته ما قطعی به اون معنی نشده، 100% نشده که آقای روحانی هم نخواهد رفت، و بنابراین حالا اگه مثلا یه خبری هم بیادش که خود آقای ترامپ هم نره، به نظر میرسه که سال آرامی رو سازمان ملل بگذرونه. ببینیم که چی میشه. بریم روزنامه ایران رو ببینیم که از نشست آنکارا خبر اولش بوده، گام‌های اقتصادی کم اهمیت دیده شد، در شرایط عادی دیده میشد در دنیا این ماجرا، به خصوص به خاطر اهمیت سوریه. نکته جالب اینه که خیلی وقته که این اتفاق میفته که کشورهای زیادی در رابطه با سوریه با هم نشست برگزار میکنن، کنفرانس برگزار میکنن، ولی خبری از خود سوریه در اون نشست ها نیست. خب این که معمول شده، الان اعتراضی که افغانستان کرده در مورد اومدن هیئت طالبانی به ایران در حقیقت ادامه همونه، یعنی وقتی یک کشوری به این سرنوشت دچار شد که سوریه شده و افغانستان به نحوی، بعد دیگه ولی دیگه بقیه جلسه میکنند و تصمیم میگیرند و حضور دارند و حضور نظامی دارند و اینا. ولی به هر حال این نشست آنکارا رو روزنامه ایران یه فرصتی برای همکاری بیشتر بین ایران، روسیه، ترکیه دیده است. یه نکته هم که اشاره میکنه، استقبال پوتین و اردوغان از تجارت با ایران با پولهای ملیه که احتمالاً بتونه جلوی این تحریم رو بگیره و کمکی باشه به وضعیت اقتصادی ایران. خب بریم روزنامه جام جم رو ببینیم. ببینید جام جم با این تیتری که زد، یعنی با تیتر درس خارجه داخل گیومه، به یه نکته مهمی اشاره کرد. من نخون تو مطلب هیچی ننوشته در این باره، ولی خود این زدن این تیتر به نظرم میرسه که ناشی از یک آگاهی هست. اینکه تمام صفحه خب عکس آقای خامنه ای رو اختصاص داده و تیتر به این بزرگی، و بعدش هم میگه رهبر انقلاب در جلسه دیروز درس خارجه فقه هر گونه مذاکره با مقامات آمریکایی رو مردود دونست. آره، اون چیز اصلی که اون گیومه معنی بهش میده اینه که این دفعه رهبر در کلاس درس خارج خودش و نه در یک منظر عمومی داره در مورد یک امر داخلی حرف قطعی میزنه، یعنی اینکه مذاکره نمی کنن، دو جانبه و چند جانبه هم مذاکره نمی کنن، در نیویورک یا هر جای دیگه هم مذاکره نمی کنن. اینو تو درس خارجی میگه. به نظرم درست دیده جام جم. این موضوع مهم نیست، به خاطر اینکه یه امر حکومتی رو ایشون برد تو درس خارج و در نتیجه این رو تبدیل کرد به یک امر دینی و مذهبی، و این یه گامیه برای یک مقدماتی به نظر میرسه که ذره جدیتر از این حرف هاست در سال آینده لابد بیشتر باز خواهد شد. خب آخر هفته اعتماد که نتانیاهو بر لبه پرتگاه انتخابات زود هنگام اسرائیل رو دیده. لازمه که اشاره کنیم تا زمانی که ما داشتیم این برنامه رو ضبط میکردیم هنوز نتایج انتخابات معلوم نبود. روزنامه هم در فاصله که در اومدن تا آخر هفته طبیعتا نرسیده بودند، و بعضی از روزنامه ها ولی واکنش روزنامه ها زیاد بود، یه ذره خوشبینانه بود، یعنی خوشبینانه بود، خوشبینانه از جهت اینکه حتی یک تحلیلگر
محکم و تحصیل کرده مثل آقای زیدآبادی هم گفته است که کار ترامپ در حقیقت تمام شد. کار نتانیاهو. بعد آره ممکنه که معنیش این باشه که به حال همین نرفتن سازمان ملل یه مهمه، یعنی به حال ضربه اساسی خورد، ولی این که از تو این بازی ها در میاد یا نمیاد هنوز معلوم نیست. یه مطلب جالبی هم که آقای زیدآبادی نوشته بودن توی شبکه تلگرامشون این بود که میگفتن که در شرایطی که نتانیاهو خیلی با خیال راحت داره از انضمام دره اردن شمال بحرالمیت، بخشی از شهر الخلیل و مناطق دیگه، مناطق کرانه باختری به اسرائیل با قاطعیت حرف میزنه، دو کشور مهم مسلمان در خاورمیانه به جون هم افتادن و در نهایت هم نتیجه گیری کرده بود که این واقعیت سیاست در خاورمیانه است. و البته مطالب دیگه هم آقای زیدآبادی در رابطه با انتخابات اسرائیل داشتن که همه واقعا خوندنی بود. بریم برگزیده ها فراتر از چپ. فراتر از چپ یه خبر خوشو دارم. اولا که من عجیبی روزنامه بله تا حالا مثلا نشنیده بودم و البته این ضعف ما بوده، از ضعف بنده بوده که شماره صدامشه در اومده. قبلا دو هفته نامه نبود، زودتر منتشر میشد، هفته نامه هم بود حتی، شاید یه زمانی این روزنامه نیست، دو هفته نامه الان دو هفته نامه بله. شده بله. ببینید موضوع مهمیست، به نظرم روزنامه مهمیست، از همین شماره صدش میشه فهمید که روزنامه مهمیست. حرف اولش رو آقای باقی نوشته، اماده دین باقی نوشته 40 سال استودیو می به نام آزادی میخوانیم، هیچ نسبتی میان این اسم و مسمى نیست. با توجه به اینکه 40 سال یک حق طبیعی که پیش از این وجود داشت چنان به حق و برخلاف عقل و شرع و حقوق بشر دریغ شده که دختری جانش در این راه رفته و زنانی به زندان رفتند، با این مقدمه شروع کرده و در آخرش میگه متولیان کشور گویی در خواب مستی‌آور احساس قدرتمندی میکنند، متوجه نیستند فضای فشار اجتماعی اقتصادی سیاسی روان همه رو پریشان و شرایط رو انفجاری کرده و طعمه هایی رو برای در کمین نشستگان مهیا ساخته، بیدار شوید که فردا دیر است. با این سرمقاله طبیعتا روزنامه هم سردبیر هم به وجد آمده و میبینید که این عکس بزرگ یعنی استادیوم رو اسمگذاری کرد. و اتفاقی هم که افتاد، حالا عکس که خب یه حاله آبی یا فیلتر آبی روش داده و به اسم استادیوم سحر گذاشته، در هفته‌ای که گذشت یک ویدیویی در اومد از طرفداران داماش که آواز می‌خوندن در استادیوم و برای دختر آبی و بحث بازیکنان استقلال که پیرهنی تنشون کرده بودن به یاد او و داستان‌های وریا غفوری با پیرهنی که به یاد دختر آبی تنش کرده بود. آخر هفته هم نامه خانم نسیم سود از زندان با اشاره به دو تا از دختر زندانی که الان اونجا هستن و سرنوشت اونها که به یک اتهام مشابهی یا گفته میشه مشابهی با سحر اونجا بودن، این هم خودش موضوعیست، نشون میده خانم سوده در زندان هم بیکار نیست از حقوقی و از اون کاری که داره میکنه وقتی زندان رفته ادامه میده. بریم برگزیده بعدی نان و قلم رو ببینیم. نان و قلم شماره جدیده برای شماره اولش در اومده، این که دارید میبینید در این فرم اندازه، تو فرم اندازه هست یا حروفی هست یا گرافیکی هست که احتمالاً خیلی حرفه‌ای نیست. مهم این استش که مجله کار مهمی رو به عهده گرفته و اون این که یک مجله اجتماعی است و هم مدیر مسئول در هم سرمقالش میگه که دردش، رنجش پیوند میان انسان هاست و بنابراین میخواهد که در آینده همچنان نابرابری های اجتماعی رو ببینه و این شماره که شماره اول هست مسئله کودک کار که در حقیقت همسایه هست با مسئله کودکان فقیر و در اینجا مباحث مختلفی میخونیم، مقالات خیلی خوبی از طرف آدمای متخصص، حرفای خیلی دلنشین، عکسای خیلی خوبی و به نظر من خیلی مهم است که بخشیش هم به گزارش‌های میدانی داده شده. رکسانه گل محمد
یک تصویری از بچه های دره فرزاد داده. معلوم میشه دره فرزاد در غیاب من شما هم همچنان همون وضعیه که داره داشت. یک سری خونه هایی بود که شبانه ساخته میشد، گاهی هم خراب میشد و در اونجا حاشیه نشین هایی زندگی میکردن، حاشیه نشین خوش نشینی هم بودن دره فرآباد به اون خوبی، و ولی فقیر و این کودکان تکدیگر خیابانی بیشتر از اونجا تغذیه میشد. از قدیم اینطوری بود. میتونه یه بارم یک گزارشی داشتیم، نه هم یادم نیست، توی مجله روزنامه بود که گویا یک خیریه اونجا درست شده بود که این بچه ها رو بله. یک ساعتهایی که آزاد بودن براشون مثلا میتونستن برنامه های درست بخونن. این گزارش میدانی گزارش خوبی است. تصورم این هستش که با وجود اینکه اسمها رو طبیعتا اسم کوچیک و اینا نوشته شده یا عکس ندارن، ولی ذهنی نیستش، واقعیته. میگه زهرا دختره که 6 ساله است که قبرستان فرزاد رو دوست داره چون اونجا کسی با او حرف میزنه. بعد با یک وکیل دادگستری صحبت میکنه که سرنوشت اینا، این بچه ها سرنوشتاشون چی میشه، و وقتی که جلوتر میره و این گزارش ادامه پیدا میکنه، رکسانه گل محمد ادامه داده در درباره جاده ها، حالا جاده های مرگ، حالا از شمال از فرزاد اومده رفته به جنوب و اونجاها، از اونجاها نشونی میده، واقعا غم انگیزه و در حقیقت توجه رو به موضوع جلب میکنه، هم با نظر موضوع مهمی هم هست و به نظرم خوبه. حالا یه ذره فنی تر بدونید، این رو جلدم دارید ببینید، جمال رحمتی کشیده که همین موضوع رو میگه، کودک فقر که به کار مجبور میشه. بریم سراغ مجله ها. مروارید با ویژه‌نامه، یعنی در واقع فوکوس این مجله این دفعه در مورد خیابان هست. شما چی انتخاب کردین از توش برای خودتون؟ ببینید تمام مقاله ها و یادداشت ها و گزارش ها در مورد خیابان هست و آدم ها نظرات مختلفی در این مورد دادن. پژمان موسوی سردبیر یه گزارش یعنی یه سرمقاله بسیار خوبی داره به نام خیابان از آن ماست و میگه که تجربه خیابان از زیست شهری ما حذف شده و اشاره میکنه به اینکه آدما بدون اینکه توجه به هم بکنن از کنار هم رد میشن، گاهی به هم تنه میزنن و اصلا حوصله و هیچ چیز معاشرت کردن و گفتگو کردن با هم را ندارن. سرگردان و عبوس، بی تجربه نابی از ایستادن و گپ زدن، تجربه جمعی نداریم، یعنی نخواستند. مجریان تلاش میکنند بر حذف این حوزه عمومی و معتقده که این اتفاق هم بی حساب کتاب نیست که این همه بزرگراه کشیدن، این همه خیابانهای عریض و طویل و تمام اون پیاده روها کوچیک و کوچیکتر میشه و بعد میگه که توی این خیابانها دیگه نمیشه گفتگو کرد، نه اعتراض، نه تجمع و نه حتی شادی و نمیتوان عشق ورزید. سرمقاله بسیار خیلی رمانتیک دیده صحنه رو. یه گزارش دیگه هم بود که جالب بود که اشاره میکرد به این که از لحاظ حالا جامعه شناسی نگاه میکرد که شهرداری اومد گفت دست فروش ها رو از شمال تا جنوب همه رو جمع میکنیم و اشاره میکرد به این که مثلا فلان تئاتر الان در تئاتر شهر داره اجرا میشه در حالی که دست فروشان جلوی تئاتر شهر رو همه رو دارن جمع میکنن، از جمع‌آوری کودکان خیابان، فرستادنشون به اردوگاه که مثلا بچه های کار رو جمع میکنن و میفرستن یا اینکه اینا رو برمیگردونن به افغانستان. خیلی گزارش زیبایی بود. اونم صحنه که ترسیم میشه صحنه درناکیست. میدونید که کارشناسا در این زمینه ها همه یه نظراتی دارن، یعنی مثلا فرض کنید همین مسئله دستفروشی که اشاره کردید که با تیتر نظم مردمی خیابان به نظر میرسه که نویسنده یعنی آقای محمد کریم آسایش طرفدار این دستفروشی هاست. چرا میگم اینو؟ به خاطر اینکه اونو میگه این نظم مردمی است که به خیابون داده میشه. وقتی شما وارد موضوع زندگی ها میشید، بعد این مغازه‌هایی که این پشت اومدن و کلی خرج کردن وایسادن، اینا بزرگتری معترض دستفروش های مغازه ها. آره ولی همه جای دنیا، تمام شهرهای بزرگ دنیا بالاخره یک جاهایی رو برای دستفروش ها. آره اون یه نظمی داره، یه بحثیست، اینا اون نظم رو نمیخوان که، چون صحبت از نظم مردمی میکنیم، یعنی مردم برن اونجا ببایت کن، اینا بیشتر میخوان برن یه جای پر جمعیت. جای پر جمعیت همون جاییست که مغازه های گران قیمت ساخته میشه. صاحب مغازه ها میگن ما مالیات میدیم، چه اینا میان اینجا. طبیعتا شهرداری به فکر میفته که باید اینا رو جمع کنه. وقتی مثل دو سه سال پیش میره یه جایی رو اختصاص میده، طبیعتا اونجا پر رفت آمد نیست، یه جای دیگه ای از شهره
و دستفروش ها اونجا رو دوست ندارن، دستفروش ها مترو رو دوست دارن. مقصودم اینه که موضوع حساس اجتماعی است، همه شهرهای دنیا مبتلاشن و اینکه توی مترو خوبه که دستفروش ها بیان یا نیان، یا تون شلوغی مترو خوب اونجا باشن نباشن، بحثی است که هم موافق داره هم مخالف داره. خب بریم بعدی. مجله هست که یه ذره خوندنش هم سخته، هنر در سایه. شما تونستین در بله دیگه این گرفتاری واقعاً این گرفتاری است که ما با این هنرمندا داریم. این اولام که نگاه میکنید میبینید که پس نوشته شده، یعنی به خط نوشته شده یادداشت سردبیر، و همینطور یک شعری هم انتخاب شده است از آقای جمال لاهیجی، اون شعر رو هم با نستعلیق نوشتند. بعد از اینجا وارد میشیم به نگاهی نو. آقای امیرحسین امیرجلالی رو معرفی میکنی که از نقاشان با سابقه است و نقاشی های ایشون رو. پس مجله کلن روی نقاشی؟ نه الزاماً نقاشی نیستش، چون میگه نقاشی سایه. اینجا میرسه به آقای آریامنش که روستازاده از حوالی ملایر، که ایشون میبینی که با خط کار میکنه و خودش رو سفیر کرشمه، البته خودش رو نگفته، روزنامه به ایشون سفیر کرشمه، به خاطر اینکه این خط، این خطی رو که باب کردن، ما هم یه ذره باهاش طرفیم با این خط ها، چون این خط رو هم خیلی ازش با وجودی که حالا کرشمه داره البته، ولی که این کرشمه رو وقتی ما کشف نکنیم به نظر میرسه یه ذره از کرشمش کم میشه. بعد دیگه وارد یه سری مطالبی میشیم که اصطلاحاً الان بهش میگیم مطالب کامپیوتر، یعنی اینترنتی، مطالبی که از تو اینترنت برمیاد با عکس‌های خیلی زیاد و چاپ خیلی خوب. بنابراین یه گروه هنرمند با هم دیگه جمع شدن. امیدوارم که امکاناتشون همچنان ادامه پیدا کنه. میشه که قلمیاران هم یک نگاهی بکنیم؟ ببینید قلمیاران یک ماهنامه سراسری فرهنگی اجتماعی است. ما بگیم که مثلا رقیب دست راستی یا اصلاح طلب اندیشه پویاست، با این تفاوت که الان دو تا موضوع اصلی داره. یکی این که برای خب به خاطر تیراژم به کار برده تصویر آقای دکتر مصدق، یکی هم یه گزارش مفصلی راجع به انقلاب قانون که مقصودش مشروطیته. تو اون اولی یعنی انقلاب قانون این بحث رو پیش میکشه که اون انقلاب آزادی میآورد نمیآورد، قانون میآورد نمیآورد، اون انقلاب چی میخواست، آیا اون کاری که رضا شاه کرد اینطور که بعضی از طرفداراش میگن ادامه مشروطیت بود، که بعضی از اظهار نظرهای تو مجله موافق با این نظر هستش که در حقیقت رضا شاه ادامه مشروطیت بود. اما میرسه موضوع اصلی، مصدق ضد مشروطه است. همینجا شما متوجه میشین که قرار یه گزارش درست بشه، نه در تعریف دکتر مصدق، خب لازم هم نیستش که از تعریفش اینقدر ازش تعریف شده، میگه غیبت حقوق و سیطره ایدئولوژی عامل محبوبیت کاذب مصدق در ایران معاصره. بنابراین یه موضوع بسیار پرگفتگویی که سالهاست دربارش صحبت میشه تبدیل شد به همین یه خطی که میبینید، محبوبیت کاذب. محبوبیت دکتر مصدق شد کاذب. اون وقت جالب اینه که وقتی که در این موضوع محبوبیت کاذب، عامل محبوبیت کاذب وارد میشیم، چندین مطلب میاد. از جمله تیکش رو برای شما اینجا نقل کنم. دره میگه که این یک کلیشه هایی رو به چیز کشیده اینا، بعد میره به طرفداری از طرفداران پادشاهی، میگه که این طرفداری مصدق بی خود گفتن که کلیشه شون هست شاه باید سلطنت کنه نه حکومت. اساسا این عبارت شاه باید سلطنت کنه نه حکومت یه عبارت عوامانه پریشان و بی مناسبت و هیچ پایه و اساس قانونی نداره. یعنی شما تو انگلیس هم نگید این حرفو که این شاه یا ملکه قراره که سلطنت کنه نه حکومت. این هم که تمام 25 ساله گذشته از آقای خمینی تا بقیه همه گفتن که ایشون باید سلطنت کرده، خوشبختانه موافق شده. و بعد میگه که اصلا اون حکمی هم که شاه داد در روز 25 مرداد درست بود، و اون کسایی که میگن اون اختیار نداشته، نه خیر، مطابق قانون حق داشته. بریم کارتون آخر رو ببینیم از سمانه روح اللهی. این روی جلد مجله بعد پنجمه که مجله طنزی است، که یادتون باشه قبلا هم یه بار نشونش دادیم، بهش رجوع کردیم. مجله در جهرم منتشر میشه و مجله طنز خوبی هم هستش. این رو جلدشه که سمانه خانم کشیده است، و دارید میبینید که قدرت رو نشون میده و اطرافیانش رو، قدرت از جنس گوسفنده
کسایی هم که از ایستاد میکنن اینه که اطرافیان قدرت ولی نه اونا در هیبت گرگن. بله خب ممنون. تنز نمیخونین برای یه تیکه ای تنز؟ رایحه عدالت از شهروند محمد امین فرشاد مهر میگه که روزی از روزها شیخ در منزلش لش کرده بود و در سکوت سنگین دیوار روبرو رو میگریست مینگریست. مریدان نیست تون تون در حال نوشتن بودن. بعد شیخ یهو عصبانی میشه میگه آقا چه خبرت، من که چیزی نگفتم. و بعد میگن که سکوت تو فریاد است. در همین موقع دو مرد جنگی که از ملازمان پادشاه بودن و پادشاه و اینا وارد میشن و بعد پادشاه میگه که ای شیخ دانا، بوی ناخوشایندی تمام سرزمین را گرفته و آبروی ما را بین سایر پادشاهان برده، چه کنیم؟ شیخ یه پیشنهاداتی میگه، میگه چاهای فاضلاب خونه رو تخلیه کنید، میگه کردیم بعد و فایده نداشته، تخلیه عمومی کردیم. میگه که این بوی ناخوشایند شبیه به بوی دی اتیل متیل توتوله نیست. پادشاه میگه چرا اتفاقا؟ شیخ هم میگه من خودم نمیدونم این دی اتیل متیل توتوله چیه، اما محض احتیاط محل‌های دفن زباله رو هم پاکسازی کنیم. خلاصه پادشاه اینا هم میگه و هر کار دیگه‌ای که میگه میکنن و این بو نمیره که نمیره. آخرش شیخ میره یک چیزی میاره، یک مایه میده به شاه و میگه که شما اینو بزنید. رایحه عدالت شدید. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. منتظر نظراتتون درباره تمام برنامه‌های بی بی سی هستیم، تلویزیون، رادیو و وبسایت. راه‌های تماس رو همین الان میتونید روی صفحه تلویزیون ببینید. میتونید به ما توییت کنید در بی بی سی دیدبان یا به ما ایمیل بزنید و همینطور از طریق تلگرام با شناسه @BBC شما با ما در تماس باشید. ممنون که با ما بودید همینجا و به همراه آقای بهنود از شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.